شده بزرگترین حادثه که دنیا رو درست کرده. وای این دختره، من دلم برای تنگ شده بود. پس میلیون لایک گرفته. من بزرگترین حادثه که دنیا رو درست کردم، ببینم همسرم چقدر تمایل داره. درود به ایماتون، من مهزیرم و چنل بنده خوش اومدین. از قدیم و ندیم گفتن هر کی حالتش درازه چه خوشگل و بی‌نیازه. بر محمد آل محمد صلوات بفرست. صلوات. آقای اینترو چنل بنداز. چیز ادیتور اینترو رو بنداز. خیلی معذرت میخوام. این چنل مهزیر سس شعر عامیانه میسازه براتون هر روز. خوهر مادر محتوى از لس وگاس تا مسترد مهربون و کمی اخمون یوتیوبر مختره نظرات به تخممه اگه سابسکرایب نکنی در میاره این چنل مزیاره. دوستان ویدیو امروز ما خیلی وقت بود از فرهنگمون به دور بودیم. فرهنگ ما خیلی یه قسمت بزرگیش هول و هوش غذا میچرخه و غذاهای جدید و سبکای مختلف و خیلی وقت بود از چیز میز خوره اینستا براتون نشه بودم. دیگه گفتم یه تغییر بدم، چیز میز همش چیز میز بخوری نباشه، ساخت و ساز این غذا هم باشه. پس بدون قتل وقت و ویدیو نمیدونم چرا انقدر با صورتم اینطوری میکنم، بذار یکم جدی باشم. پس بدون قتل وقت به ادامه ویدیو میپردازیم. آماده این بچه‌ها؟ اگه آماده این بگیم آماده این. این بدنسازه است که با تتلو بود. چه گوشت با چربی داریه. تو رو قرآن سب کن بیاد پسره. رگای دستشو نها کن، از آلت تناسل سیم کلوفتره. داره کمر میزنه با چیز. ببخشید شن تو غذا نمیره و این چه سمیه. خوب بیو میگیره دیگه بجاش. باری که الان دانا شدن دانا. مرسی. این دستگاه رو کی درست میکنه؟ خودش درست میکنه؟ الان فهمیدم این چیه. هی یه سطح را فهم کنم. این بچه ها یادتون نیست تو ویدیوهای قدیم این یه آشپزه بود رو دستگاه ساعتش رو میبست که ساعت چه نشید. معذرت میخوام، ولش کن دیگه. الان ببین چه انسان موفقیه. بله خیلی کارت خفنه داشت، خیلی کارت خفنه. تا حالا کباب کونه مرغ خوردی؟ اگه نخوردی نصف عمرت به فنا رفته. منم اولین بارم بود که میخوردم ولی انصافا خوشمزه بود. قسمت دنبالیچه که میگن حرومه رو ببرید. ببخشید معذرت میخوام، فکر نمیکنم دنبالیچه باشه، دنبالچه است. حالا معذرت میخوام، ببخشید. بعد حرامه، آخه وقتی میگن حرامه شما با شال و روسری چه ریکارو بشید؟ بذارید که قشنگ آبش بره. پیاز، سیر، فلفل دلمه، زعفرون، نمک و ادویه رو بهش اضافه کنید، خوب مخلوط کنید و بذارید یکی دو ساعت توی یخچال بمونه تا قشنگ مزه دار بشه. تو این فاصله آتیش کنید و تا زغالا میفته سیخ بزنید. کنارش هم حتما یه سیخ گوجه بزنید. بذارید روی حرارت تا قشنگ بپزه و مغز پخت بشه. مطمئنم اگه شما هم یک بار امتحانش کنید عاشق طعم بی‌نظیرش میشید. چربی خالصه. فکر کنم بچه‌ها میگن چون مرغ این هورمونایی که بهش میزنن تو چربیاش جمع میشین و خیلی ضرر داشته باشه. خب چونه مرغ این همه غذا گذاشته؟ این غذا تو یوتیوب بیشتر از 20 میلیون بازدید داشته. واسم سوال بود. خب او یک یوتیوبه، دو اینکه حتما شاید ویدیوش قشنگ بوده. مرغ و برنج خام تو شیشه میپزه یا نه؟ چند تا حلقه پیاز داریم و یکی یه پیمونه برنج که اضافه میشه به شیشه ها با چند تا تیکه فلفل دلمه ای رنگی. رونای مرغ رو با نمک، فلفل سیاه، پودر سیر، پاپریکا و روغن زیتون خوب مزه دار میکنیم و ماساژ میدیم. تو شیشه هایی که من دارم هر کدوم پیاز رو گذاشت ته برنج. ببخشید این بوی زخم نمیگیره؟ بوی بد نمیگیره؟ 4 تا ساق رون جا میشه. روی هر کدوم از شیشه ها نصف پیمونه آب مرغ میریزم که اگه نداشتید میتونید از ترکیب عصاره مرغ با آب جوش استفاده کنید. 2-3 ساعت میره توی یه دونه قابلمه آب جوش تا اینجوری کامل بپزه. شاید برنجش خیلی مثل پلو دون در نیاد ولی مزهش بی نهایت خوشمزه است. انصافا خوب شد. نوش جونت قربونت برم. ببین من فکر نمی کنم بد شده باشه، این مرغ بد شده باشه، ولی حس می کنم یه طوری بوده. اصلا فکر می کنم ادویه مدویاش با هم ترکیب نشده باشه. اصلا مزه آب بده. من چه میدونم.
به به چجوری دوباره رود میشه به پستای من نگاه. ببخشید به خدا روم سیاه. یادم فروش. آدم فروش من فروختی. همجوری شانسایی رفتم تو اکسپلور نگاه کردم دیدم همه اونایی که واسه من کامنت گذاشتن رفتن زیر پست اونایی که دارن میگن هر کی بیشتر کامنت بذاره بهش 200,000 تومان میدیم کامنت گذاشت. به غلط کردم. ببخشید. معذرت. گفتم اون هیچی ولش کن رفتم توی پست دیگه طرف جاروبرقی گذاشته. به تو چه جاروبرقی گذاشته؟ هر کی بیشتر دوباره کامنت بذاره جاروبرقی بهش تعلق میده. به یه جاروبر چی داری؟ لپه، لیمو امانی، سیب زمینی، پیاز. این منو فروختی. به خودم میگفتی میمدم جارو میکشیدم. آقا مشکل واه خیار خیار. آقا ببخشید تو مشکلت با کیه؟ داری با کی صحبت میکنی؟ ببخش این داره چی میگه؟ من نمیتونم بخونم. باید منو فالو کنی. چه سرطانیه؟ باز اینا بنده خدا این بنده خدا این تازه اومده. اینم فر پس فر مثل شما میشه آدم فروش. به چی فروخ؟ به جارو برقی. داش خود درگیری داری. چی فروخ؟ به 200,000 تومان. جارو برقی تو داد. نه جارو برقی تو بهت داد. نه به خدا. 200,000 تومان تو چی گرفتی؟ نه هنوز. نه گرفتی؟ نه. آدم فروش. شرمنده هم. تزئین ان شاء الله یکم خوب حسابو ببین به جون مادرم اگه لب بزنه به عمرن رو نخوره. چه سرطانی بود. آی باری ویدیو 10 میلیون میلیون نخوره نامردیه. کج بخیه زد ساندویچ لب شده. اونایی که خودتون میدونید بزنید. حاجی خانم سر یه ساندویچ به خودت چه کارا که نکردی؟ تهو گوزه خیار شور منظورته. خیار ترش نخورم. تار ژامبون گوشت تندوری. بله ژامبون نوروزی. بله ژامبون قارچامار. بله پنیر چدر. چه سم میداری درست میکنی؟ زیتون باربیکیو. چه سوال دارم من داشتم ویدیو رو میدم به این فکر افتادم. اینجایی ها اینوری ها خیلی براشون مهمه که تغذیهشون چی باشه. یعنی مثل ما ایرانی ها نیستن که غذاهامون دیدی همه سرطانه. یعنی منظور من سرطان اینه که غذاهامون چربه نمکیه. عجیب هم نیست همون 40-50-60 ماکسیموم 60 دیگه میمیریم. فشار و قند و نمیدونم سکته قلبی و مغزی و تو ایران هنوز جا نیفتاده که یکم بهتر غذا بخورم. مثلا این چیه الان اینو داره درست میکنه؟ من دارم نگاه میکنم تو رو قرآن این چیه؟ یا یعنی اینکه جا افتاده مثلا اینا فقط جلو دوربین داره اینطوری نشون میدن. خیلی عجیبه دیگه. بیش از حد زیاد از حد داره چرت و پرت اضافه میکنه. چیپس و 60 نوع کالباس و که نیرو کمکیه خودشو اینا جن داره همه هم خورد میکنه دستشو. سس هم این دیگه بدتر. اون خمیر میشه. به من چه آقا میشه ویدیو تو ببینیم این ساندویچ پرماجرا آخرش چی شد. دست در نکنه کمکی میکنه. قشنگ بود دوست داشتم با تشتمون آب بخوریم. دیوونه شده بوز و تنها دیگه دنیا رو درست کرده. وای این دختره من دلم برای تنگ شده بود. دین زده به سرش. من میلیون لایک گرفتم. اوه مای گاد. من بوز و تنها دیگه دنیا رو درست کردم ببینم هم بسرم چقدر. خیلی به افتخار بوز و تنها دیگه دنیا رو گرده بایی نمیزم. داره ده 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 آهنگش استرس جونم رو گرفته. وای هم بطن رو کمک کنید. یا کمر حلی قاشم. او مای گاد پس این چیه؟ این که آخره ببخشید من معذرت بخوام خیلی احساساتی شدم. وای گرمه. ببخشید تا اینجا نشستیم من برام دستشویی بیام گرمه آب به صورتم بزنم و بعد پارچه هم پر کنم. این تبلیغ پیام بازرگانیه. آقا دوست عزیز همین الان پاس بده پاشو برو دستشویی جیش کن یه لیوان آب برای خودت بیار یا آب میوه بیا بشین بقیه ویدیو رو من میرم تو هم برو. اوکی قول بدی شمول بلا پیام های بازرگانی قرون دختر برم. این صورت این نفش باسلو
خوش برگشتم. خواهم مثل این آشپزا نوشیدنی برای خودم بریزم. ببخشت. خیلیم عالی. تیتاپ داریم. چقدر تیتاپ نخورد؟ یادش بخیر. پودر ژلاتین، آب جوش، خامه. ببخشی داری چی کار میکنی؟ ها کیک تیتاپ درست کنم؟ وای تیتاپ با شیر کاکائو مثلثی ها کیا یادشونه؟ حالا شیر هم باشه کافیه. این هنوز از ایران شیر مثلثی، شیر کاکائو مثلثی چه خوب بود. شیر مثلثی مدرسه همون میداد. لایه دوم خامه شکلات. لایه سوم. آخرین لایه تیتاپ هم بذاریم و دو ساعت بره توی یخچال. دیگه آماده است. این گلت پایین نرفته دیابت بگیری. بیاد روی کار. شکلات روشم بریزم و به به چند تا دونه هم اسمارتیز بریم ببریمش. یه کوچولو قند شکر هم چیز شکر قند شده پودر قند. پودر قند هم ریخته بشه تیتاپ بشه همچین کیکی درست کرد. نه به جون مادرم عینکا چه خوشگله. جاتون خالی عجب چیزی شد. خیلی داشت. شما ساعت رو دستکشه بعدی خفه خون بگی خفه از بینام مرد چی چی رو بگه به چی چی رو بگه. ساعت 8 صبح اینم حجیم ترین املت زغالی دنیا کف شهرداری رشت. صبح هم ببخشید معذرت بخوام چون که 20 تا 30 تخم مرغ درست کردی حجیم ترین تخم مرغ دنیا نمیشه. املت دنیا نمیشه. میخوای ببینیم حجیم ترین املت دنیا چقدره؟ حجیم ترین املت دنیا بزرگترین املت دنیا 6500 تن وزنش بوده تو پرتغال. حالا عکسی از اون نیست ببینیم هست ولی چیزای دیگه شبیه به زیاد است. بیا این اصلا یکیش مشخص نیست اینجا براتون میذارم مصطفی. مال شما مینی بزرگترین تخم مرغ دنیا است. املت زغالی همه مهمون من جون نقشن. ایرانه اینجا. آره شال دارم دیگه. خوشم نیومد مامانش قشن چیز نکرد. حالا نوبت تخم مرغ است. بده بشه. بچه یه سال میدونم آرایش اینا کلا سلیقه‌ایه. خواستم بدونم که الان همه تو ایران میخواد مثلا فقط از خونه پاشو بزنه بیرون که آرایش میکنه. یعنی رژ لب قرمز و رژگونه و موژه و همه اینا یعنی یه چیز عادیه. الان همه این همه آرایش میکنن بعد میرن بیرون. مثلا این چون داره ویدیو میگیره این آرایش کرد. دستش درد نکنه بین اون دو. خدا خیرت بده. دیگه نمیشه وارد رابطه شو. الان خیلی ها اجتماعی دارن 5 6 تا آبجو داداش دارن. یه چند تایی هم دارن که فقط باشون تماس تصویری میگیرن چون راهشون خدا بوده. خیلی تنها. 12 تایی هم مشاور صمیمی تو پی وی دارن. یه اکیپ هم هست که باش میرن بیرون. اون گوشه تو هم هستی ها. فقط فرقت اینه که برای تو قلب قرمز میفرسته. یعنی باید احساساتی میشدم باید اصلا نفهمیم چی درست کردید. این که نشد بستنی ومتو. ومتو؟ این شد بستنی ومتو. ومتو این که نشد بستنی نوتلا. خب این شد بستنی نوتلا. آدم سپاربی شد بستنی آدم سپاربی. این که نشد بستنی تیفانی. تیفانی این میشه بستنی تیفانی. این که نشد بستنی سرلاک. آ دست بیل سرلاک. اینم کروسان با بستنی باربی. کروسان تمای صاف جلاتتون هم انتخابیه. مرسی. ساندویج خیلی باحال و خوشمزه داریم امروز. آمبون میخوایم، گوجه میخوایم، خیارشور میخوایم. ببخشید الکاتو برعکس پوشیدی. همش میاد چیز. اینم از سوجاش. میکس ژامبون خیارشورش میدیم سراغ چیپس سال بولویه. بابا خمیر میشه چیپس میریزیم 5 دقیقه ماکسیموم. حالا با قاشق همش میزنیم.
یک بعد از اینکه ملات رو به یک سطح صاف منتقل کردیم مرحله ساتوری میشه، برمیگرده به مخزن اصلی. حالا میریم سراغ سوسا. مثل سالاد الویه است، کامل هم میخوره. فکر کنم عجیبه، اصلا دلم نمیخواد اینو بخورم. بیا اینو بخور. خفشو تو خونه تو عباد کم درست کنید، خیلی باحال میشه. بقیهش هم میره تو نون و ساندویچ میشه و میره برای کودکان کار و نیازمندان. هرچی هم مون زنگ میزنیم بهزیستی میاد کلشو میبره. آها، اول کودکان کار، بعد نیازمندان، بهزیستی آخر. تمودارو بدن بهزیستی. شدم کامنت های اینستاگرام به همه چی گیر میدم. همه پروفشنال هیتر. ساتور از گردنش ها بجونه. اول و آخر و زن و بچت خار کست. این ماهی خوردن داره. وای سبزی پلا هم درست کنه، چیز سمی میشه. وای دلم ماهی خواست، دلم ماهی خواست. ما بهم میگیم هشو، شبیه شبیه فکر نکنم هشوش نمیدونم. وای وای وای، خدا ازت نگذره، دلم ماهی خواست. کبابیش میخواد بکنه. های بیک بیک، صحنه رو ببینیم دوباره. چه ساتوری زدی، بچه عوازه. بیک کلک. بچه ما تو عواز، تو نمیدونم ماهی کجا میاد، تو عواز میخوریم. یه ماهی داریم به نام که بهش میگیم هم خار داره، اون استخونه ماهی بهش میگیم خار داره. خیلی هم گرونه، بی ناموسوار گرونه. یکی دوش پره استخونه ریز، استخونه ریزه خار تیغ. ماهی حلوا نه، هشو ای گوتش بزن ماما نپرسم. ماهی سوبور انقدر خوشمزه است، بی‌ناموس، انقدر خوشمزه است که نره که مایه مورد علاقه ام. ولی با حواسو جمع کنیم، ما که می‌خوری قشنگ احتمال خفگی است خفن، چون خیلی خیلی تیغ و استخون داره. بعدی وای بازی، چقدر من از تو بدم میاد. سه تا شتر. این شطور گوشت میخوره. اینجا رو که میبینید فودکاره مستر بیل. دست بیل اومد نه نیمه شب رستوران زده بهترین ها رو نه چیزه فودتراکه، چی بهش میگن، غذای داخل اتوبوس، کامیون، ماشین، همون اونا زده. ما بخواید آدرس جنت آباد بس، نمیخوام گوش به خودم قول داده بودم که پرخوری نکنم. دوست کم بوده به اینو بخوری. امر خطیر پرخوری رو کنار بذارم. ولی خب چرا شیف نمی کنی کلاتو بره دیگه؟ به من چه؟ خب شیف کن بره دیگه. نشد. چی نشد که بشه؟ نشد. ببین میخوام برم تو کارش. بیار 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 بیار. اول آخرش ببین، حس میکنم از عمد کسافت میخوره چون ویو میگیره. نمیدونم چه اینطوری غذا میخوره. داشت درست بخور، دهن گاز بزن، درست گاز بزن. چرا این هم خفه میشی؟ واقعا نوش جونت، قربونت برم، مرگ بر هیترات. اوف آقا این هم از تیستر ریزم. تیستر ریزش بود، پرخوری محسوب نشه، نوشابه است. من فکر کردم دوغه. تمام. بله چشم. ببخشید مزاحمتون شدیم. فعلا یا علی. من یه رفیق داشتم، برو عقب. یه رفیق داشتم اوکراین، کپ همین بود. امین؟ آره نمیدونم بعد جنگ چی شد. بعد جنگ چی شد؟ یه ولاگ هم باش داشتیم. کنم با پوریا رفته بودیم. مکدونالدز؟ با امین رفته بودیم. یاد نمیاد.
جونم. نه حساب کسایی که انقدر ریش دارن اصولا آدمای مهربونی هستن، نمیدونم چرا. اوه چی میخواد درست کنه؟ سیرم کرد لا گوشت. وای سلام وای بچه ها، پشمام، دوتا از اکسام. باورم نمیشه تو ویدیو چیکار میکنن. اوه مای خدا، چرا خود میداخه تو آتیش نیسو؟ هولی ان داره روش چیزم میریزه. مهتی داره روش سوغالم ریخ. چرا شم فوت کرد؟ آب جا بدنه الکول ها؟ میشه جون. ای چرا این شکلی بود؟ ببخشید اون شیروانیه چی میگن؟ نمیدونم چی میگن. این خیلی کثافته، من اینو به آزم نمیدم بخورم. ضرر داره به خدا، با آب این تمیز نمیشین. رو هر چیزی که نباید یه چیز درست کرد. ببخشید چرا شای پیپیه؟ کفترم بگی بندازو. بله یه کوچولو پیپی میریزیم. سبزی فندق چیز سماق سماق روش جونه بیک. اینه که ساعت چه رو دستکش خودشه. من خیلی با این حال میکنم، ویدیوهاش خیلی دیگه ساعت چه رو دستکشش نیبنده، فکرم اذیتش کردم. بازو رو آره دیگه ساعت چه رو دستکش. مرسی، چقدر شما مرد با اخلاقی هستین. ویدیوهاش خیلی بمبه، چند دفعه ویدیوهاش به چشم خورده، میلیونی ویو داره. ویدیو قشنگ درست میکنم، یکم عجیب غریبه ولی برای همینه که داره ویو میخوره دیگه. ببخشید چی دارید درست میکنید؟ جونو گاو یا گوسفند؟ جوشکاری بنا هم هست چیزی؟ سفالگر در چی؟ دیگه نمی چی داری درست میکنی؟ حاجی این داره عرابی رزیدنت ایول درست میکنه، این چیه؟ این صحنه رو فقط تو رزیدنت ایول میبینی. میره هالتر درست کرد با گوشت. What the shit. برای همین اکسترا بودنشه که ویدیوش چاله میشه، کار عجیب غریبی میکنه، کار درست آداش. تا اونجایی که ساعت رو دستکش دوندی ما باتیم. چیز عجیبیه اینجا، کجاست اصلا؟ ایرانه؟ دوشه جونت، بازوها رو دور کمرمه. باریک هنر نزد ایرانیان است و بس. اوه گوشم عرق کرد. ویدیو رو دوست داشتی؟ لذت بردم. نوش جونه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا ما تماشا کردین. من که لذت بردم. اگه شما هم لذت بردین زیر برام بنویس یا علی. علی یارت و نگهدارت باشه. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. اگر نگاه نمی‌کردین قلبم تیک تیک می‌شد. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اگه کامنت می‌ذارین سعی کنین کامنت یه کامنت انگلیسی هم بذارین که سابسکرایبراتون نپره. همین دیگه، عشق منید، عشوه‌گرید تا بازدم آخر زندگیتون دنبال آرزوهاتون باشین. تو خوشگلی پدرسگ، تو خیلی خوشگلی. به جون مادرم تو خوشگلی. از تو یه دونه تو دنیا هست. بیشتر بخوام با پیس با
ویدیوی دیگه میخوای؟ یا اینجا بزن یا اینجا. ما رفتیم. اینو اگر لطفا نرفته بخواه چی گفتم؟